ویدیو امروز کاملا متفاوته از هیدرولیک و پنوماتیک. یه قطعه ایو میخوام بهت معرفی کنم که معجزه میکنه، خودش انتقال قدرت انجام میده، گیربوکس ها. سلام و سلام، من یاسین نجفی هستم و اینجا استودیوی کمپانی یاینه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. این بار یه ویدیو کاملا متفاوت دارم برات. پس به خاطر این ویدیویی که خیلی خیلی عالیه و یه سری اطلاعات جدید رو بهت میده، سابسکرایب کانال خیلی حرکت جذابی اینجا از تو. بریم به سراغ این قطعه ببینیم چی هست. توی سیستم‌های هیدرولیک نه، توی هر سیستمی بخوایم انتقال قدرت داشته باشیم، چه از الکتروموتور چه کلن از یک قطعه به صورت مکانیکی به یک قطعه دیگه، یه انتقال قدرت و گشتاور داشته باشیم، باید بیایم سراغ گیربوکس ها. این گیربوکس های جذابی که الان دارید نگاه میکنید جزو قطعات خاص صنعت هستن. چرا؟ چون خیلی مشکلات ما رو درمون کرده. این گیربوکس ها توی دو مدل افزاینده و کاهنده استفاده میشه. حالا چطوری اصلا کار میکنه؟ مکانیزمش به چه صورته؟ ببین، توی قدم اول اجزای اصلی این گیربوکس ها تشکیل شده از دو تا بخش اصلیه. یکی چرخ دنده های کوچیک، یکی چرخ دنده های بزرگتر. یک سری اسمای دیگه هم داره اما من میخوام خیلی ساده بگم مثل همه ویدیو. این چرخ دنده های کوچیک و چرخ دنده های بزرگ باعث میشه که انتقال قدرت توسط شافت این گیربوکس ها انتقال پیدا کنه توی دو تا محور اصلی. حالا به چه صورت؟ نگاه کن، ما دو تا نکته اصلی داریم توی انتقال قدرت، یکی گشت‌آور، یکی سرعت. حالا فرقش چیه؟ نیرویی که قرار وارد بشه چرخش بشه رو بهش میگن گشت‌آور توی این گیربوکس. درست؟ سرعت هم که کاملا مشخصه دیگه. حالا توی یک واحد زمانی مشخص یه چرخ بزنه به عنوان مثال برای ما. چطوری کار میکنه؟ ما دو مدل داریم، دو تا اتفاق قرار بیفته که این انتقال قدرت انجام بشه. اولی که گشت‌آوره، دومیش سرعته. حالا ما با یه دونه از این گیربوکس ها میتونیم این کار رو انجام بدیم. چطوری؟ به عنوان مثال میخوایم از یک قطعه به عنوان چی؟ به عنوان مثلا فلای ویل با استفاده از این گیربوکس یه هیدروموتور هیدرولیکو بیایم یه خروجی متفاوتی ازش بگیریم، بدیم به فلای ویلین و این چرخ صنعتیه برای ما بچرخه، اما نه با همون سرعت. میخوایم یک سرعت بیشتری داشته باشیم. به عنوان مثال با این باید روی چه گیربوکسی استفاده کنیم؟ یه گیربوکسی که برای ما خاصیت افزاینده داره. وقتی میگیم افزاینده یعنی رابطه مخالف گشت‌آور و سرعت شروع میشه. برای اینکه سرعت بالاتری داشته باشه باید گشت‌آور کمتری هم داشته باشه. این گشت‌آور کمتر باعث میشه که زوره کمتر بشه اما بر سرعت بره بالاتر. یعنی چرخ دنده کوچیک ما که اول ویدیو توضیح دادم با چرخ دنده بزرگتر داخل این گیربوکس ها وجود داره، یه رابطه مخالفی با هم دیگه دارن. یعنی هر کی چرخ دنده کوچیک سرعت بالاتری داشته باشه گشت‌آور کمتری هم داریم. پس میشه این توضیحیه که راجع به گیربوکس های افزاینده داریم. حالا یه سیستمی هست متفاوت میخوایم کار کنیم، همش که نمیخوایم سرعت بالاتری بدیم. یه جا هست یه سرعت بیشتری داریم، میخوایم کنترلش کنیم، انتقال بدیم همینو به یک سیستم دیگه با یه سرعت کمتر. میایم از گیربوکس های کاهنده استفاده میکنیم. طبق اصل یا فرمولی که توضیح دادم، حالا روش کاملا برعکس میشه. ما میایم از چرخ دنده ای که گشت‌آور بیشتری برامون به وجود میاره رو استفاده میکنیم، یا همون دنده که معروفه توی اصطلاح خود گیربوکس فروشی ها. این دنده گشت‌آور بیشتری برامون میده ولی سرعت کمتری هم داره. پس رابطه خیلی غیر مستقیمی با هم دیگه دارن. هرچی گشت‌آور ما بره بالاتر سرعت ما کمتر میشه یا بالعکس. این دوتا مثال زدم که برگردیم به اول صحبتمون. پس گیربوکس ها قطعیه که برای ما انتقال قدرت رو انجام میده، تبدیل کننده است. خودش قدرت به وجود نمیاره،
ما یه انرژی داریم توسط یا الکتروموتورمون، به عنوان مثال یه دونه یه مدل از گیربکس ها هستش که برای ما فقط نصب میشه توسط موتورمون یا همون الکتروموتورمون که سرعت این حالا یا تغییر میده برامون، یا یه مدل داریم گیربکس مستقیم که به همون روش انتقال میده سرعت رو از یک قسمت به یه قسمت دیگه. دستبندی کلیه اینا تقسیم شد به دو تا مدل مختلف دیگه، افزاینده و کاهنده دور یا همون سرعت خودمون. گشتاور سرعت دو تا موضوع مختلف توی این گیربکس ها. گیربکس ها یه قطعه کاملا متفاوتی ها، ربطی به سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک نداره، جزو یه تجهیزیه که میتونه توی کل قطعات استفاده بشه. حالا چطوری این اتفاق میفته؟ فهمیدیم که رابطه عکس دارن، هرچی گشتاور بره بالا، گشتاور دورم یه موضوع متفاوتی ها، هرچی گشتاور بره بالا سرعت ما میاد پایین تر. توسط چی؟ توسط دو تا عضو اصلی که توی این گیربکس ها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی دنده یا همون چرخ دنده های بزرگتر یا چرخ دنده های کوچیکتر که بهشون میگن پینیون. این دو تا قطعه مختلف هرچی چرخ دنده کوچیکتر به چرخه برای ما، یعنی سرعت رو ببره بالاتر، مطمئن باشید گشتاور کمتری توی سیستممون داریم، و یا بالعکس توی هر قطعه میتونه برای ما کار کنه. به عنوان مثال طبق صحبتایی که قبل یه دو سه دقیقه پیش داشتم توی ویدیو، فهمیدیم که سه مدل اساسی دارن. یکیش هم هست مستقیم، یعنی انرژی رو میگیره و میده به یه قطعه دیگه، درسته؟ حالا نکته مهم داستان چیه؟ میاد در کنار دو تا دستبندی دیگه قرار میگیره، یعنی افزاینده و کاهنده. پس یه قطعه خیلی مهمی که داره برای ما کار انتقال قدرت رو انجام میده گیربکس های صنعتی هست. یه چیزی مثل همون گیربکس ماشین. گیربکس ماشین برای ما چه کاری انجام میده؟ بیاییم یکم ساده ترش کنیم، با زندگی روزمرمون شاید بهتر بتونیم درکش کنیم. گیربکس ماشین به عنوان مثال میاد برای ما دنده یک که میدیم یه دونه عملکرد سریع تری داره، ولی سرعت کمتری داریم، درسته؟ شما دنده یک سرعتت کمتره ولی قدرتت بیشتره، درسته؟ سربالایی نمیتونی بدی دنده 5 تو بری، اگه مثلا پراید باشه اصلا کاری با اوتوماتش ندارم، خودت داری دنده میدی. دنده یکه میاد قدرت بالا سرعت کمتر. اینا هم به همین صورته که بتونی تفاوت این گشتاور یا همون قدرت توی همون چرخشی که داره برای ما انجام میده رو با سرعت سیستممون بدونی. به همین جهت همین حرکتو که توی ماشینه رو توی صنعت یا توی کارخونه جات برای ما داره به شکل خیلی عالی انجام میده. دو تا مورد مهم آخر ویدیو میخوام بهت بگم. برای ثبت سفارش گیربکس ها میتونی بیا کامنت بذاری، خب یه نکته خیلی مهم، که بگی آقا لیست قیمت اینا رو برام بفرست. هم یه سوال ازت دارم، مدل های مختلف این گیربکس ها رو اگه میدونی برام کامنت بذار، بگو آقا این مدلش رو من میشناسم، این مدلش هست یا نه من اصلا خودم کارم گیربکسه. یه مدلش هم تو برام کامنت بذار. سابسکرایب کانالم اگه تا الان نکردی، خوشحالم میکنی سابسکرایب کنی، زنگوله بغلش هم بزنی، جای دوری نمیره. دمتون گرم به خاطر حمایتتون و خدا نگهدار.